این برنامه از طرف اگر میخواهید خانواده خوش و سلامت داشته باشید پس از روغن خورشید استفاده نمایید. به شما تقدیم میگردد برنامه خداوندی که بی حد و بی اندازه مهربان است. سلام خدمت تمام شما هموطنان عزیز ما که بیننده برنامه آشپزخانه هستین و ویژه برنامه آشپزخانه. روز دومی در شما بخیر باشه. باز امید تمام شما هموطنان عزیز ما مبارک. امیدوار هستم یک عید خوب، خوش و پر از صفا و صمیمیت ها و با لبخند داشته باشین. روز اولیتون به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. برنامه‌های مختلف تلویزیون خورشید هم فراموش نکرده باشین و برنامه‌ای که امروز نشر شد و قرار است که نشر شود هم فراموش نکنین. بازم داریم در شب دومید و امروز هم مهمانای خیلی خوب ما خواستم در ویژه برنامه آشپزخانه داشته باشیم که یکی از بهترین برنامه را امروز تقدیم شما هموطنان عزیز ما کنیم. بازم به همون شکل البته خواستیم دو تیم داشته باشیم که اونا با ما آشپزی کنن و یک غذا آماده کنن. ببینیم که کدام یک از مهمانای ما میتونن که امروز یک غذای خوشمزه بر ما آماده بسازن. و از هنرمندای خیلی خوب ما که امروز میخوان بر ما غذا آماده کنن خواستیم که واحد وفا را با خود داشته باشیم در برنامه. شما را خوش آمدید میگیم. خوش آمدین، عیدتان مبارک. خب نخست از همه اولتر سلام و خدمت شما سلامت و بیننده تلویزیون شما تشکر. و عید سعید هزار را تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که روز دومیده اول عیده به خوشی سپری کرده باشن. بله دومیدم تا عیدم به خوبی خوشی سپری کرده باشن. خیلی خوش هستم از این خاطر در برنامه با خود داریم. سلامت باشید. و همچنان مهمان دیگه ما البته اینا موازخان هستن، خیلی آواز مقبول زیبا دارن و قطعه خیلی مقبول میخوانن. خواستیم خورشید افسانه را با خود داشته باشیم که غذا برام روز آماده میکنن در برنامه. سلام به خودت، خوش آمدی، عیدت مبارک باشین. سلام بر خودتان و به بیننده عزیز و به تمام علاقمندان عزیز که از طریق شما رو تماشا میکنن. سلامت باشین، عید خودتان مبارک باشه، عید تمام هموطنان مبارک. من خیلی خوش هستم از اینکه خودت در برنامه امروز با خود دارم. سلامت باشی. تشکر. و دختر خانم خیلی مقبول زیبا را امروز خواستیم داشته باشیم که اینا مدل هستن، دریاجان همدرد با ما در برنامه هستن. سلام به خودت، عیدت مبارک، خوش اومدی. خوش باشین. سلام به شما، سلام به بیننده عزیز، سلام به هموطنان عزیزم. آرزو میکنم هموطنان عزیزم عید خوب و خوش داشته باشه. سلامت باشه. این تشکر از خودت. و همچنان در بخش آشپزی هم با ما امروز در برنامه صبور جان هستن که اینا با ما همکاری میکنن. البته غذا آماده نمیکنن، اما اینکه که مهمانای ما غذای که آماده میکنن در مورد ذائقهش بر ما میگن. خودم خوش آمدید میگم صبور جان، خوش آمدی و عیدت مبارک. خیلی خوش هستم که بازم با یک دیگر از برنامه‌های ویژه آشپزخانه خودت داریم. زنده باشی. همچنان برای خودت عید مبارک باشه، برای مهمانای عزیز ما. سلامت خدا کنه که به خوبی و خوشی آغاز کرده باشم. تشکر. خب سلامت باشین. و کدام مواد خودت آماده کردی که مهمانای ما امروز بر ما غذا را آماده کنن؟ البته امروز روز دومیده است. فرق کشیده ما بین امی دو میز. بله. برای یک میز ما کرای جگر آماده ساختیم و برای میز دیگه ما کرای آماده ساختیم. که البته چکن کرایی را قبل آن مخته ساختیم، موادش جور کردیم. بسیار عالی. هرچی جگر آنها در شروع میشه دیگه نو جورش کردیم، جگر تازه است، گوشت سال است. بله. خب من مطمئن هستم که مهمانای ما میتونن خیلی به خوبی غذا را آماده کنن. خورشید جان خود دیگه ماشاءالله، من مطمئن هستم که تمام بانوا در خانه آشپزی میکنن. آشپزی دیگه شاید یاد داشته باشن بتونن خوبتری غذا را آماده کنن. چطور؟ مشکلی نیست. خب امرای ما خودتان کمک میکنن. چرا که تشویش دارین؟ به نظر میاد خانه آشپزی نمیکنین. نمیکنیم. خب بازم خب من مطمئن هستم که غذا را میتونی خوبتر آماده کنی. از خودتان کده شیرین تر و مزه دارین تر آماده میکنی دیگه؟ نه خانه خودتان بهترین انجام میکنید. مقصد گفتی که از خود که غذای خیلی مزه دار تر آماده میکنید. هر شب برنامه خودتان بیننده هستیم و بسیار غذای مقبول و بسیار غذای مزدار آماده میسازیم. سلامت باشین. تشکر. خیلی ببینین و مهمان دیگه ما چطور هستین؟ خود در آشپزی گاهی وقت آشپزی میکنی در خانه، بلد هستی یا نه؟ یگانه چیزی که در خانه دوست دارن ما سر آشپز خوب هستم. خب بسیار عالی. کدام غذا را خوبتر میتونی آماده کنی؟ مقصد فامیل میبینه اول از همون غذاهای شروع که خوب میسوزانیشان. خب تا امروز نسوختانیم اگر شب بسوزانم. خب تصمیم داری خوش شد شروع برنامه گفتید ما بفامیم میخوایم کالو بسوزانیم. کرای جگر قرار از خودت آماده کنی و یک سالات هم در پولش جور کنی. قبل از این غذا را آماده کردی؟ خب کرایی جگر معمولا در خانه در روزهای قربانی سرمه میپزن. خب
و حال هم نصیب ما شده کروی جگر. خب بسیار علی. دریا جان دیگه چطور؟ خوشحال است که خوب شد که من حالا آشپزی نمیکنم. من شما رو گفتم بفرمایید اینجا بشینید، خوشحال شدین مفهمیدم. چون که من قدر خانه آشپزی نمیکنم، بلد نیستم. حالا گفتم اگه آشپزی کنم هیچ کس خواهد که نخورد. خب یعنی وقتی من تعجب میکنم که بانوها میگن من قدر آشپزی نمیکنم، چون طبیعی است که تمام بانوها در خانه آشپزی میکنن. خودت چطور؟ کس دیگه هست در خانه آشپزی میکنه، کار میکنه یا که خودت زیاد مصروف هستی؟ والا ما یا خواهرای دیگه کار میکنن؟ نه طبعا بله در خانه که هیچ کار نمیکنم. یکان دفعه که علاقمندی شوق یکان غذا سر میزنم میرم و دل خود پخته میکنم. خب. دیگه در خانه که کار نمیکنم، طبعا در بیروستم زیاد. خب بسیار عالی. خوب شد کال در کار مدلینگ نگفتین. یکان وقت که دلم شوه باز میرم در مدلینگ چطور؟ نه در مدلینگ علاقمندی دارم. خب. خیلی دوستم دارم چون که عالم هستم و تا کم شاید باشم در افغانستان میخوام مدلینگ کنم و کوشش دارم بیرون از افغانستان برم مدلینگ کنم. بسیار عالی. خب ما در آخر میبینم که دختر خانم ها خیلی زیاد علاقمند به مدلینگ هستن و لباسایی که خودت بیشتر دوست داری کنار رو به نمایش قرار بدی، لباسای افغانی است و یا که لباسایی که از خارج از کشور خیلی دوست داری که اون لباسا رو بپوشی و به نمایش قرار بدی اون لباسا؟ و ما لباسای فرهنگی را خیلی در نمایش گذاشتیم و حال کوشش میکنم که یک گروپی هستن که میخوایم لباسای کلاسیک در افغانستان چی کنیم رواج دیم، چون زیادتر لباس های کلاسیک می باشه از صاحب فرهنگی بود. حالا خودم هم علاقمندی در کلاسیک دارم در نمایش بگذارم. خب بسیار عالی. و خورشید جان دیگه استرس هم میشه کارهایت شروع کنی دیگه، اما تو یک رقم تشویش هم داری که توی غذا رو آماده کنی؟ نه تشویش نکن. تشویش نمی کنم. میتونی غذا رو خوبتر آماده کنی؟ کدام کار است که نمیشه؟ خب از کارهایت هم شروع کنی؟ بله کارهایت شروع کنی دیگه، غذا رو آماده کنی و اگر واحد جان موافق باشم میخوایم خودت کارهایت شروع نکنی، یک آهنگ از خودت داشته باشیم. خب درست هست. بفرمایید. میده میده به خانم ای دختر کابل، ای شاخه ای سنبل، ای شاخه ای سنبل. عاشقانه به خانم ای دختر کابل، ای شاخه ای سنبل، ای شاخه ای سنبل. میده میده به خانم ای دختر کابل، ای شاخه ای سنبل، ای شاخه ای سنبل. عاشقانه به خانم ای دختر کابل، ای شاخه ای سنبل، ای شاخه ای سنبل. گل با مونند ندیدا نمی خود دک کابل، ای دختر کابل رویت با مثل گل با مونند ندیدا سر تا سر کابل، سر تا سر کابل. مثل گل با مونند ندید
کودک کابل ای دختر کابل روید با مثل گل با مانند ندید سر تا سر کابل سر تا سر کابل خیلی آهنگ مقبول زیبا سلامت باشید تشکر سلام. آهنگ خیلی شاد مقبول و خیلی هم زیبا اجرایش کردیم بیشتر مورد آهنگت معلومات بتی بر ما خب این آهنگ دختر کابل کمپوزش از دوست من ملجان امینی است خب بسیار خوب و شعر از ناصر پایمان است و اجرایش خودم کردیم خب چون تقریبا نو است خب بسیار عالی تقریبا که نواز گفتین یعنی یک توفیه خیلی خوب است بر برنامه ما دیگه خب تشکر از خود سلامت باشین مقصد خورشید جان وقت کار شروع کرده خودت پس ماندی دیگه امیدوار هستم که دیگه موفق شوی و برنده شوی در مسابقه آشپزی که امروز داری قرار است با خورشید جان افسانه و کارهایت شروع کنی میخوای کارهای جگر آماده کنی بر ما با یک سالات و همچنان خورشید جان چقدر کار را پیش بردی مدد جان آهنگ متوجه بودم زیاد نقلم گرفتی تشکر زنده باشین آهنگ متوجه بودم خب نقلم گرفتی یا نی اما قدر رو بگو در دیگه روغن اضافه کردم میگم نقلم گرفتی یا نی نخیلی روغن اضافه کردم باز گوشت مرغ انداختم خب دیگه حالی بانجان رومی رو میده کردم که سرش اضافه کنم و یک چند دانه مرچ یک چند دانه مرچه؟ بله خب چند دانه؟ کمک تون بیایم خب سلامت بشت تشکر از خود شوخی میکنم امروی تو بدباس مخفه نشیم نخود خیلی زیاد دوست دارم در برنامه های قبلی آشپز خانه با ما بودی با در بعض برنامه میشه غذا آماده کنیم ماشاءالله خیلی موفق هستی چطور کردین غذا رو آماده کردین یا اما نوز هم همون تو متوجه استین که اول چی رو دادی اضافه کنیم نه خیر نه چون به خاطر از اینکه من نو شروع کردم اول روغن ماندم که یک ذره سرخ شوه باز جگر مخلوط کردم من خود دقیقه تو بسیار به دقت سعی میکردیم من گفتم تو منتظر هستی که اول چی رو دادی اضافه کنیم دریا جان از شروع تا حال دیدی که مهمانای ما بعضی غذا مواد اضافه کردن در دیگ به نظرت کدام مهمان ما میتونن برنده شون امروز والا باشی را که وقتی که آماده شدن میفهمیم خواه ما ایتو میبینیم خانما بیشتر در آشپزی ماهر هستن چون همیشه میکنن شاید از اونها کمی خوب اگر امیال برات بگویم دریا جان برو بجای خورشید جان افسانه آشپزی بکو غذا رو خودت آماده که خورشید جان به موافق هستی؟ نه موافق نیستم چون که اونا از ما که بهتر آماده میکنه خب نه اگر ما بگیم جبری است جبری باید آشپزی کنی باز چطور میکنی خب جبری باشه ما آماده میکنم خب مقصد کس خوشش نمیاد خب شوخی کردم امروز و از فعالیت های جدیدت برام بگو در مورد لباس های کلاسیک گفتی میش در مورد لباس ها برام معلومات بدی و تیم هست که خودت با اونها یک جا کار میکنی یا خودت تنها کار میکنی نه ما تیم داریم تیم ما جای کار میکنیم تیم ما آمده چند بار با تیم آمده بودیم در بر مهمان برنامه شما بودیم دیگه این دفعه نشد دیگه به خاطر خودم تنها آمدم دیگه من تیم ما به فعالیت داره دیگه خیلی یک تیم خوبی است به نظر من چون که دختر خانم ها است بچه ها است با علاقمندی با شوق میه مدلینگ میکنه و میخوایم لباس کلاسیک را در افغانستان رواج کنیم چون بیشتر مردم میدن بله موفق باشین در فعالیت های جدیدتان سلامت باشین و صبور جان خودت مدت چند سال میشه که آشپزی میکنی؟ هم مسکا جان در حدود شاید که 14-15 سال میشه که آشپزی وقت هم در چون خودم در برنامه آشپزی هستم و میتونه آدم خاطرات خیلی خوب خوش داشته باشه یک خاطری خیلی جالب اگر در ذهنت هست میخوایم بر ما قصه کنی همین خاطر جالب بسیار برای ما هست پاییده یه محفل بسیار مانده بزله بودم تقریبا 25-30 سربرنگ پخت کرده بودم بله البته مهمان ها از زیافتر از خود کابل بود خواه ما دم این نان کشیده نستم مردا خلاص شده بود سیاسر هم دیگه خلاصی بود همی یک برادر آمد گفت استاد آشپز کی هست من گفتم استادم رفته ما شاگردش هستم بگو چی تکلیف هستم گفت بله همی استادت بگو امی کل غذاهایت خوب بوش بود امی برانی بانجانت واقعیت خوب کیف کرد مزه داد مگم برم هم یک قرمه سید آقا آمده نساخته بودی ما گفتم برو خواه من نفهمیدم که خودت میایی البته که اگر میفهمیدم که خودت میایی
باز برای تو یک قرمه پنج آقا آمده به ساختیم. برای من بسیار خاطر جالب مانده. خیلی خاطر جالب. سلامت از خود سلامت باشیم. و خورشید جان دیگه همون استاد هستی طرفی طرف سر میکنم به نظر منتظر از بیم اما غذا را ما آمده کنم. نه خیر نه. منتظر هستم که گوشت کمک سرخ شوند. خو. و قصایتان هم بسیار شیرین بود را گوش داشتم. سلامت باشیم. یکان وقت معمولا هم خانم وقت آشپزی میکنن یکان زمزمگه که امروی خود میداشته باشن میخواییم به امیل ازک در جران که آشپزی میکنی یک آهنگ بر ما زمزمه کنی امیل یک آهنگ بسیار با خنده تان میخوانه خوب بله خوب بسیار من خمیشه خنده میکنم خواست به خود تان تقدیم شام صد قلب خندان تو شام صد قلب خندان تو بدل دارم با ترمان تو بدل دارم با ترمان تو زهجرانت حلاکم کجایی زهجرانت حلاکم کجایی خب ما همین جه شیشتیم ایجای نه سلامت داشت تشکر از خود هنگی خیلی مقبول زیبا زمزمه کردیم میشه کارهایت هم انجام بدیم برنامه خودتان هم تماشا کنین ویژه برنامه آشپزخانه است و مهمانای خیلی خوب هم امروز در برنامه با خود داریم که بر ما غذای خیلی خوشمزه امروز آماده میسازن وقفه خیلی کوتاه. عید تمام شما هموطنای عزیز ما مبارک دوباره تمامتان خوش آمدید میگم دوباره شما کات لحظات خوب خوش داشته باشین لبخندم بر لب داشته باشین دریا جان خود زمزمه چطور هستی؟ والا من زمزمه نمیکنم بدون مدلنگ کدام مصرفیت دیگه هم داری یا خیر؟ من خیر همی در مدلنگ بیلا میرسیم چون که هم کلیپ آهنگ میباشن هم یگان فیلم ها پیشنهاد میشه هم دمی برنامه مدلنگ است دیگه به خاطر که دمی بایل رستگی میکنم خب در بخش سینما چطور فعالیت داری در او بخش هم خیر؟ آه فعالیت دارم یک چند بار در یک فیلم نقش داشتم خب دیگه در این وقتا پیشنهاد شده برم نخواستم که برم خب دیگه تنها دمی علاقه مندی دارم خب بسیار عالی مدل ها معمولا کوشش میکنن لباس هایی که البته در همه جا بپوشن یک لباس خیلی مقبول تر زیبا تر باشه لباس تا ماشاءالله خیلی مقبول است میشه در مورد لباست بگویی که لباست مربوط مثلا البته فرهنگ افغانی ما خونه میشه لباس افغانی نیست میشه در مورد لباس معلومات بدی که چطور خواستی لباس انتخاب بکنی و در برنامه بپوشی و ما گفتم نه لباس خیلی مقبول است واقعا قربان تان شمایتان مقبول میبینه و ما خواستم که لباسای کلاسیکه در نمایش بگذارم یعنی مردم بپوشن چون زیادتر میپوشن ولی سایز فرهنگی هم بود جوانو خیلی علاقه مند لباس کلاسیک هستن کسایی که همسین خودم هست زیادتر هم لباس ها رو خوش داره دیگه کسایی که دوست داره همتون استایل چرا دیگه ببینه خیلی ماشاءالله لباسات نقول سلامت باش تشکر از خودت خب البته اما کل مسائل رو یک جایی داده خالی کردین نه نه خواهش میکنم من چون خودم بسیار مساله را دوست دارم خب همیشه که نمک مقصدو که زیاد اضافه نکنین حالا بگوین من نمک هم زیاد دوست دارم که در غذا زیاد باشه نه چون امی نمک چینی که از غذا رو خوشمزه میسازه خب از او خاطر یک نمک ریختم خب سالات هم آماده کردین یا هنوز آماده نکردین هنوز سالات مانده خب برنامه خلاصت باز بخیر آماده میکنی خب البته خورشید جان اگر آماده باشی یک خاطری خیلی جالب برای ما قصه بکنی اگر در ذهنت باشه هم یاله چون ایامی هست میخواییم کمک خنده کنی تا حالا خوبی خیش کنم خاطره در ذهن نیست بخاطر کلی فکر چرتم در آشپزی خواه بله خواه خیره خواه خیره هر وقت یاد تان آمد باز برای ما قصه کنی درست خب از البته از شما میخواییم که یک زمزمه خیلی مقبول داشته باشیم چرا نه هزار دفعه خب دقیقا مقصد غذا نسوز یک کمک مرورت شما کم کنین کن نیم من متوجه از یه هستم خواه خواه سر آشپزی خوب آدم میخوانه خوب زمزمه آدم من هم گاهی وقت زمزمه میکنم خب ایسه لهرا کی تو رو برو آگه ऐसे लहरा की तुरुबरू आगे दरकने बे तहाशा थरपने लगी तेरे सा लगा दर्द सा जगा छूटी दिल पे जो काई मजा आ गया मेरे रश के कमल
میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا. بسیار آهنگ معقول از زمزمه کردی، تشکر از خودت، سلامت باشی. و البته صبور جان، خودت از ولایت پروان آمدی و بیشتر اونجا زندگی میکنی، در ایام عید مردم ولایت پروان بیشتر کدام غذا را آماده میکنن؟ مسکا جان، در ولایت پروان همی خصوصا خو در می روزا عید قربان خو از بعضی کسا روزه میگیرن، باز افطاری خوده، باز خصوصا در کتم گوشت قربانی روز اولید روزه میگیرن. بله، باز روزای اولید دومید از می گوشت کار میگیرن، هر چیز جور بکنن به خاطر که میماندار میباشن. باز خصوصا ولایت پروان زیافتر میمان از گوشت قربانی غذا آماده میکنن. خوب است. در جان، روز اولید چطور سپری کردی؟ یا به دن دوستایت رفتی؟ اونا رو از نزدیک دیدی یا خیر؟ روزی اولید بسیار خوب سپری کردم، چون روز اولی تو بود، افتتاحش بود. یک برنامه داشتم دیگه، کمی در برنامه مصرف شدم، وقت از برنامه فرصت شدم دیگه، رفتم با دوستا رفتم دیگه. اینا بخیر برنامه دومم امروز شما مهمان شما هستیم دیگه. برنامه سیوم هم با فامیلا دلم است سپری کنم ان شاء الله که نمیشه بی فامیل هم نمیشه. بله، از میوه تازه در رای امید کدام میوه دوست داری؟ از میوه سونی میوه سل نکو، از دلت بگو خیرال بگو. از دلم بگم شفتالو رو زیاد دوست دارم. مثلا سونی میوه سل کردی حالا هر کدام میوه که جواب باشه بگو امیر دوست دارم، ما بگیم بگی دریا جان بخویی عمل کنی. نه، شفتالو رو زیاد دوست دارم. بسیار عالی، تشکر از خودت. و مهمانای ما هم تا حال دیگه غذا رو آماده میکنم. من منتظر هستم که کدام غذا را کدام مهمان ما میتونه خوبتر آماده کنه، کدام مهمان ما میتونه برنده شوه. و صبور جان، تا حال وقت کارهای مهمانای ما دیدی، از دیدت کدام مهمان ما میتونه خوبتر غذا را آماده کنه؟ آخر غلا مسکا جان، نظر به کارهای خورشید جان که میبینیم هم تیستاد است پیشتر و همچنان وفا جان هم دیگه کل مسئله رو دیگه انداخته. مهمان ما که گفته که یعیزاره ما بمی خانوما داشپزیشان ما احترام دارم، اگر نه اتونای خود در این محفل های دوست ها که ما می باشم به شما آشپز کار کرده قدر نمیتونه، مگر تو که ساسه بود است ما نمیتونم کار کرده جام می باشه. مگر چی مهمان ما دیگه سپرد به خدا تایله باری مولو میشه خودت واری خودت تایله هستی تو خوشی غذا خوب آماده کنم. و تو کدام وقت هم شده گفتی در محفل ها بیشتر خود غذا آماده میکنی؟ کدام محفل بوده باشه مثلا غذا هست پیشت خراب شده باشه و از اموجه همتو فرار کرده باشی، یا و آدم پشت دویده باشه، یا گیرد کرده باشه، یا گفته باشه چرا غذا رو خراب کردی، مردم گوش نمانده باشه، چطور؟ و تو اتفاق افتاده؟ تا فعلا خطونه شده. و تو ما فکر میکنم که زیافتر طرف پروان اگر بگویم پیچ سفید ری سفید شما را دوام میکنه تو نخواهد اعتبار دام بیای. غذای خوب تر آماده میکنن. بسیار عالی. و البته در مورد کار جدیدت میشه بر ما بگی کدام آهنگ جدید هم روی دست داریم؟ یا آهنگی که بر ما اجرا کردی گفتی یک تحفه بود برای شما، بدونی یا آهنگتون کدام آهنگ دیگه هم داریم؟ بله، یک آهنگ دیگه هم است که قریب بخیر کارش تمام بشه. بسیار عالی. بیشتر آهنگای شاد دوست داری یا آهنگای آرام؟ خب در مجموع مسکا جان من مست میخوانم، چون خوش دارم هموطنهای خود شاد ببینم. بله، چون بیشتر هموطنهای ما مطمئن هستم آهنگای شاد را خیلی زیاد دوست دارن. بله. بسیار عالی. سبک در موسیقی چی است؟ خب ما یعنی همیشه پاپ است. ما مسلکی نخوندیم. آماتور هستم. بله. و خوش دارم همیشه مست بخونم. در آلای موسیقی بلدیت با کدام آلای موسیقی داریم؟ خب گیتار، هارمونیا، کیبورد. خب بسیار عالی، موفق باشین. و بازم عید تمام شما هموطنای عزیز ما مبارک، امیدوارم عید خوب و خوش داشته باشین، پر از صفا و صمیمیت ها در کارن گرم خانوادگیتان نشسته و با دوستایتان برنامه خودتان هم تماشا کنین. ویژه برنامه آشپزخانه است و مهمانای خیلی خوب هم امروز در برنامه با خود داریم که برای ما غذای خیلی خوشمزه امروز آماده میسازن. وقفه خیلی کوتاه. عید تمام شما هموطنان عزیز و مبارک، بازم خوش آمدین به یک دیگر از برنامه. من اینجا آمدم و ببینم که خورشید جان دیگه غذایشون به نظرم کاملا آماده شده، حرارت شکمتر کردن؟ بله. یا سوخته؟ نه خیر، نه آماده شده، نه سوخته.
خواه سرخ شده. سرخ شده. کباب شده. خواه بسیار عالی. و همچنان صبور جانم اونجا رفتن که دیگه مهمان دیگه ما رو ببینن که غذا آماده کردن یا خیر. و در مورد آهنگای جدیدت میشه بر ما بگی که کدام آهنگای جدید روی دست داری یا خیر؟ تشکر، بخیر باشین مسکا جان. ما دمی چند وقت مشکلات های خانه بود که کمکی از هنر، از موسیقی، از رسانه ها دور ماندم. دیگه از این باد کوشش میکنم آهنگای نو و جدید روی دست داشته باشم. خب بسیار عالی. خوب است، علاقه من دارید منتظر آهنگایت باشم. بیشتر آهنگای شادر دوست داری آهنگای آرام؟ نه خیلی آهنگای شادر. چرا آهنگای آرام دوست نداری؟ انسان در یک هوای دیگه میبره. آهنگای شاد؟ نه خیلی آهنگای آرام. در کدام هوا میبره؟ در این هوا میبره. ما شما خیلی زیاد مشکلات ها داریم و خصوصا در افغانستان و مملکت ما و بسیار مشکلات های گوناگون. خب مقصد آن دیگه نسو بابا خاطر خود در خاطر میخواییم که در آهنگای شاد کمک فکر خود را دگه کنیم. خب بله وقت هم آهنگای شاد خیلی خوب است. بیشتر ما مطمئن استم که علاقه مندای موسیقی آهنگای شاد را خیلی زیاد دوست دارن. بله. سالات هم آماده کردیم؟ بله. خب هرچی آماده کنم. سالات از کدوم ترکاری آماده کردیم؟ بانجان رومی، لیمو، کرم و بادرنگ. خب بسیار مقبول است. همیشه در خانم سالات آماده میکنی؟ خیلی نیگان و که دقیق شو انسان. خب خوب سه سالات درست کردم. دقیق نشدید. خب برنامه است خیره. خب من گفتم اگه در خانه این رقم سالات آماده کنیم مادر جار که تو قاب در سر خود زد. به سرم بان که هیچ برسان نکنه. خب خیر، غذاتان آماده شده، میتونین یک ظرف هم انتخاب کنین، دو ظرف باز بر ما تزیینش کنین. و همچنان صبور جان چطور میمان دیگه ما غذا رو خوبتر آماده کردن؟ بله قبلا که ما ایجا آمده ما ای صرف یک دیزاین سالات شما دارید که دیزاین سالات شما جور شد نام خدایم بسیار همه تو تقله هست غذایش آمده از بله. همکارای ما میگه مقصد در کرای جگر نرم شده باشه، کالخان نرم باشه. آنی خوب نرم است. از همه قیافش خورشید جان ماریم سوخته دیگه کباب شده. از همه قیافش معلوم میشه که خوب پخته شده. خب بسیار عالی. خب موفق باشین، تشکر از شما. شما میتونید البته تزیینش کنین و خیلی مزه نداد باز دیگه. خب و دریا جان در در قرنطین مصروف چی کارا بودی یا یاد وقت مدلنگ میکردین؟ مصروف کار فعالیت های مدلنگت بودی یا خیر؟ نه خیر، در قرنطین که هیچ برنامه نبود. خود طبعا کل کار در قرنطین بند شده بود. برنامه طبعا چون که برنامه در خانه خود لباس آماده میکردی دیگه؟ بعض لباس ها را در ذهنت آماده میکردی یا خیر؟ آه لباس ها را آماده میکردم، به ذوق خود جور میکردم، میخریدم دیگه. باز در قرنطین ها برنامه میخواستم اما نمیتونستیم برنامه آمده چون بخاطر قرنطین بادر جان نمیمون میفت. اگر بری خدای نکرده کرونا سوسو رو بالا دیگه. قرنطین کلا در خانه بخو خوش و چاق شدم به خیلی. خب نیو قواز نگرفتین دیگه؟ نه چاق شدیم از سابق کنه. خب سابق ما شما رو نیده بودم دیگه. خب آه نیده برنامه تا. خب البته وفا جان خودت در ایام قرنطین آهنگ ساخته بودی، فعالیت جدید او ایام داشتی یا اینکه نه تنها در خانه بودی؟ یک آهنگا که کرونایی جور کرده بودم. خب البته اما تو بارمونیا در خانه خواندمش و به موبایل خود ریکارد کرده بودم. بله صفات اشتباهی زیاد شیرش کردن. و در غیر از او همی آهنگا که روی دست دارم که هم قریب بخیر تمام میشه کارش همی بوده. خب است، میشه ما آهنگتان رو بر ما زمزمه کنی؟ چرا نه؟ آه بفرمایید. عمرم بگذشت در آرزویت یار زیبا، عمرم بگذشت در آرزویت یار زیبا، می تپا دل هر دم بیادت باز و بیا، جادوی چشمان قشنگت دل را سازد ترک خمارت، متهوشم می ساخت و خراب، دل حسیر چشم سیاهت، دل حسیر چشم سیاهت، دل حسیر چشم سیاهت. خیلی آهنگ مقبول از زمزمه کردین، تشکر از خودت. سلامت باشی دیگه، غذای خود کاملا آماده شده؟ بله دقیقاً. خب دیگه آستا ساده تزیین شروع کن، میتونی که غذا در ظرف تزیین کنی. همچنان خورشید جان هم دیگه غذایش کاملا آماده شده و صبور جان میتونین شما بیاین در جایتان تشریف بیارین که حالا کلام نقل نتین در مواخر که غذا را اونا آماده کنن.
عزیز خود صبر جان، به نظرت البته خورشید جان تانستن غذا خوب آماده کنن یا وفا جان؟ حالا در چیز که میبینی، در باطن که میبینی، هر دوش خوب آماده ساخته. نه در ظاهر غذا ببینه. نه دیگه، نال ظاهرش باشی ببینی کدامش خوب آماده ساخته. خب بسیار عالی. دریا جان، در جریان مدرن میخوایم یک خاطر جالب اگر داشته باشی بر ما قصه کنی. والله خاطر جالب اگر از خورترگی بده که یادم رفته اصلا. نی در جریان مدلنگ، در خورترگی هم مدلنگ میکردین شما؟ مرا به تو خطا شده؟ آه، من بر خطا شده. خاطر مدلنگ همیست یک دفعه ما رو برنامه خواسته بودن. خیلی خاطر جالب دارم. بله. در برنامه خواسته بودن، یا خور نام نمیگیریم کدام تلویزیون، خواسته بودن بیخی هم جریان در اونه گفته اگر باید 100% بیاین یعنی شما در برنامه. بله. یعنی می برنامه در پشت نزدیک تلویزیون رسیدم، یک چند قدم مانده بود که گفت ناوخت شد، زیاد زنگ می زد بیاین بیاین برنامه ناوخت شده. خواهی نامدیم، این آمدیم، این آمدیم، این آمدیم، پشت دروازه برنامه رسید، ما رو رخصت کرد رفت. گفت برین، گفت ناوخت شده، شما برنامه نمیتونین. والا اون موضوع بسیار خاطر جالب دید، یک کسا اون خراب شده بود، دایی را بندی، دایی وضعیت، ما جمع کردیم بچه و دخترای تیم آمدیم اینجا رستیم، از پشت دروازه جواب داد، بسیار جالب بود که دیگه دلم از مدلنگ سیاه شد. خب بازم گفتم خیره. خب حتما تا شما رسیده بودین برنامه وقت یک ساعت پیش خلاص شده بود دیگه. خب طبعا چون رابندی بود، حکس هم روان کردیم که اینه ما در راستیم رابندی. خب بازم خاطره جالبتان بود دیگه یا خاطره تلخ؟ خاطره تلخ بود، خب مثلا جالبی داشت دمه البته. خب تشکر از خودت، سلامت باشیم. خورشید جان چطور غذار تزین کردی؟ یعنی کم مانده. خب کم مانده، هنوز هیچ تزیین نکرد، هنوز هیچ پخته نکرد این غذا رو؟ نه پخته کردیم. هنوز پخته نکردیم، کمش مانده. صرف تزیینش مانده. اما سوختاش جدا میکنه و دیگه شد. تاک نسوزه مزه نمیتر. خب مزهش در سوختگیش هست. خب خیلی بسوزانش سعی که باز دیگه مزه کنه. مزه میتر یا نمیتر؟ خب خب خوب است تزیین کنین غذایتان، هم مقصد که دیگه توجه کنین که برنده شوین. و البته اولین بار است که شاید وفا جان با دریشی آشپزی کنن. دقیقه ما بسیار به تکلیف بودم امرایش و خب در مجموع همی کرایی خصوصا جگر معلوم دار است که واده در روغن مخلوط میشه مثل یک چی وارد به سر آدم میایه. آه سر پوشش هم میشه در سرش میمانده. خب دفتن نمیشد. خواه امکارای ما کلشان زیاد گوش نشده، میگه خدا کنه غذا را دیگه مزه دار آماده کرده باشین. ما خودم هم گوش نشده، من قبل از خودم. ما اونجا دیدم اختانه که ما که جدا در اوقاب مانده. آه دیزیر دیر کادمش. خب سپاس میکنم از دوام شما. البته هموطان های اسمک با مودین، مهمان های خیلی خوب ما که امروز خواستن با ما آشپزی کنن، خورشید جان همچنان وفا جان که شاید تجربه اولشون باشه که در یک برنامه آشپزی بکنن و در این لحظات برنامه هم خوب است با ما باشین. برنامه ما را فراموش نکنین، جای نرین، یک وقفه خیلی کوتاه داریم. عید تمام شما هموطنان عزیز ما مبارک، دوباره تمامتان خوش آمدید میگم. امیدوارم شما اوقات لذت خوب خوش داشته باشین، لبخندان بر لب داشته باشین، روز اولیدام به خوبی خوشی سپری کرده باشین و روز دوم امیدام تا عیدم رفته باشین به دیدن دوستایتان و با خوشحالی تا عیدم روزم سپری کرده باشین. بصاب قرار داریم در جریان ویژه برنامه آشپزخانه و مهمانای ما هم دیگه غذا رو کاملا آماده کردن، آیستا آیستا در تزیین شروع کردن که غذا رو بر ما تزیین کنن و از صبور جان میپرسیم در مورد غذایی که البته کرایی بود که میش در مورد اخته کردنش بگی یا مواد لازمش بگی که از کدام موادی آماده شدن. بله چکن کرایی سینه مرغ است. سینه مرغ خوالتر از ما پاک منظم ششته میشه. بله. پاکش کردیم، یختش سیر است، یا از رگک نمک چینایی است، مرچ سیاه، زردچوب است. خب و همچنان کرایی جگر که آماده کردیم این کدام مواد بوده؟ همون تو پاک صفا ما خودم پاکاریش کردیم، ششته میشه دیگه. با مواد چیز اخته نشده؟ نه اخته نشده، کاری جگر هم اخته نمیشه. صرف خواستین سرخش کنید؟ بله، یک سرخکاری کار داره بس. حالا خب بسیار عالی، یعنی البته دیگه تمام مواد این غذا آماده بود، صرف مهمانای ما برای ما سرخش کردن، آمادش کردن و سالات تزیین کردن. بله. خب خورشید جان از بین غذا کدام غذا رو خودت زیاد دوست داری؟ من خودم زیاد بریانی رو دوست دارم. بریانی رو؟ قابلی رو دوست دارم. خب
به نامی که برنج از زیاد دوست دارم. خب این غذایی که امروز آماده کردی چیکن کرایی رو تو قبلا خورده بودی؟ خورده نه 100% خوردی؟ بله. آماده کرده بودی یا خیر؟ بله در خانه آمده میکنیم همیشه. خب باز چطور تشویش داشتید آماده کردنش؟ تشویش نداشتم. خب تنها میخواستم که خوبش بیم غذا خوب تر بیه. خوب است غذا رو تزیین کردین دیگر کاملا و همچنان شما هم غذایتون رو تزیین کردین. خوب است ما و دریا جان بریم و همین غذا رو بیاریم، چطور؟ موافق هستی؟ خوب است شما میشه برین غذایی که وفا جان آماده کردن بگیرین و ما هم غذایی رو میگیرم که البته خورشید جان برای ما امروز خواستن که این غذا رو آماده بسازن که چگونه این غذا رو آماده کردن. خب عاشق به خاطر ماندیم که چی است نان خشک نیست. خب ما این ظرفه بگیرم دیگه. خب این ظرفه بزرگتر شما بگیرم. مزه‌دار معلوم میشه. دیگه من سوختگیش کم است. دقیقاً ما چیزایی تیار میکنیم کورش مزه‌دار. اینم البته سالات است. شما میشه یک دو ظرف از آماده کردن غذای اونا بگیرین. خب یارا دا کجا بانیم از اینجا؟ اینا را یک بار خوب از ببینده عزیز نشان بدیم که البته کدام مهمان ما توانستن که غذای خوبتر هم دیگه آماده بسازن. خوب است که اول من این غذا را نشان بدم بر ببینده عزیز ما که خورشید جان بر ما سلات هم دیگه آماده کردن، کباب هم آماده کردن. خوب از دریا جان خودت هم این غذا را بیایی نشان بدیم. خود ببینده ما دیگه قضاوت میکنن که کدام مهمان ما خوبتر غذا آماده کردن. خب حالا میشه صبور جان از این غذا نوش جان کنی و دریا جان هم خودت میتونی بیای و غذا را بیاری که مک نوش جان کنی در مورد ذائقش به ما بگی که آیا غذا خوشمزه است یا خیر. خوب است باش که جای قاشق البته از یادش رفته آه یعنی بریش کم شد قاشق نمونده. خب شما قاشق مانده بودین؟ دقیقا قاشق مانده بودین. خب یک نمره می باید پنجه میفتن. در جان خودتا میتونی نوشتان کنی از این غذا؟ ولی تو که معلوم میشه بسیار خوشمزه معلوم میشه. باش یک ترای کنیم که چی میشه. بر البته با دوستا هم یک گپ بگویم یا داور شدم که خوشی جان گفت که خوب تند و دست آمده می سازم بلی اما تو خوب تند تیز آمده بدا خوش و موظف هم می شبتین شما میشه یک قاشق بگیرین و از این غذایی که البته بر ما وفا جان هم آماده کرده نوش جان کنین و در مورد ذائقش به ما بگین که این غذا چطور است. دریا جان خوب از خود تو یک قاشق از اونجا بگیری و از این غذا نوش جان کنی. قاشق از اونجا بگیرم یا قاشق؟ بله بله بگیری. قاشق دارین اونجا اضافی سر؟ بله بله این ظرف هم شما بگیرین که مزنه رو میکه ترای کنم. بله خب از دید خودت صبور جان کدام میمان ما دیگه برنده است؟ خورشید جان دیگه دل خود میگم من برنده استم. اولتر خواه از همه تشکری میکنم از اردوش. واقعیت میمیال ایران مانه که کدام میره بگویم. خب یعنی اردوش هم روزای خوشمزه آماده کرده. بسیار خوشمزه است. بسیار فوق العاده است. خب بسیار عالی. باز برنده مسابقه ما دیگه باش دریا جانم نظر خدا بتن. باش بخورم که من قد بتن لگلونم بند مانده. خب سوخته بودم؟ نه نه سوخته بود، بسیار عالی بود. واقعا عالی بود غذایش، اما غذای خورشید جان یک کمی تون کرده بود چون که به نظرم تون خوش داره یک کم تون بود، اما بسیار عالی بود. بسیار مزه‌دار از اینا. ما چیزی تور کرده بودم کم اگه بتانه خورده. سلامت باشین، تشکر از شما و از دید شما دیگه به نظرتان کدام شان برم دستم؟ خورشید جان است. خورشید جان برنده است؟ مقصد اونا نزدیک هستن ترسیدین هم تو گفتین؟ نه ترسیدم های واقعیت خب هم تو سرخ ساخته شد. خب بسیار عالی. خب افتخار خورشید جان دیگه کف بزنیم که موفق شدن برنده شدن و به می خاطر میخواییم یک آهنگام از اینا داشته باشیم اگر موفق باشن. میلائی نظر جب نظر سے میلائی
تشکر از خود، سلامت باشی. آهنگ خیلی مقبول زیبا را اجرا کردی. تشکر از خودتان موسکا جان و تشکر از برنامه بسیار مقبول زیبایتان که در برنامه ما را دعوت کردین. بله. و بازم عید قربان به تمام هموطنانم تبریک تنهد. سلامت باشین، تشکر. خیلی خوش گذشت برنامه با خودت، یگان شوخی با خود داشتیم، امیدوارم خفه نشده باشی. خیلی دوست داریم برنامه زیبا. خیلی مقبول زیبان برام اجرا کردی، آواز خیلی مقبولم داری وقتا. سلامت باشی و از خودت صبور جان تشکری که با ما همکاری کردی در آماده کردن مواد برای مهمانای ما. اگر کدام گفتنی داری بفرما. زنده باشی. کدام پیام مهم خاص ندارم، یک پیام خاصی دارم. خدا کنه که ایده به خوبی خوشی ایده قربانه آغاز کرده باشن و سپری کنن. بله، سلامت باشین. دریا جان از خودتم تشکر، با امید موفقیتات و ماشاءالله دختر خانم خیلی موفق و زیباستی. من مطمئن هستم که درس مدلینگ میتونی فعالیت های خیلی خوب و پیش و البته دستاوردهای خیلی خوب داشته باشی. در اخیر اگر کدام پیام داری بفرمایید. و آرزو میکنم هموطنان عزیز ما یکید خوب و خوش داشته باشه، در کنار فامیل خود بل. از کرونا هم در امان باشه. سلامت باشی، تشکر. و برنامه با خودت خیلی خوش گذشت، غذای خیلی مزه‌دار بر ما آماده کردی. خب این برنامه چون رقابتی بود دیگه خیر خورشید جان برنده شد، امیدوارم مایوس نباشی در برنامه. خواهش میکنم. ما هم خرسند هستم با تو برنامه زیبای شما. سلامت باشیم، تشکر. و وقت خوش گذشت ایدم. فکر کنم خورشید جان به خیال گفت که از ما خوبش از بگویی، باز گفت من خوب میفهم. هر دویتان برنده است، هر دویتان تانستین غذای خیلی خوب آماده کنین. بله، تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. این بود ویژه برنامه دومید که ما خدمت شما البته با مهمانای خیلی خوب ما امروز خواستیم یک برنامه خیلی خوب زیبا تقدیم شما بکنیم. آخرین دقایق برنامه است. من ناگزیر هستم خداحافظی بکنم. برنامه مختلف تلویزیون خورشیدان فراموش نکنین و وقت اوقات لحظات خوب خوش. بازم عید تمامتان مبارک. خداوند نگهدار. این برنامه از طرف اگر می خواهید خانواده خوش و اصل من داشته باشید، پس از روغن خورشید استفاده نمایید. به شما تقدیم گردید.